اکویشن به معنی معادل است، یعنی دستگاهی که دقت کنید دوستان، اسم بلافاصله فعل آی ان جی دار، دستگاهی که محاسبه میکند معادلات را، دستگاهی که معادلات را محاسبه میکند، به همین سادگی دوستان. خب این نکته بسیار ساده است، اما اگه ندونیم واقعا ما رو دچار مشکل میکنه. اما دقت کنید دوستان، همین ساختار رو ما میتونیم داشته باشیم، اما به جای فعل آی ان جی دار مصدر، یعنی فعل با تو یا همون اینفینیتیو تو انگلیسی میتونیم داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی ما به دنبال یک اسم به جای که فعل آی ان جی دار ببینیم، فعل مصدری میبینیم، اینفینیتیو، به جای مثلا the man learning the man to learn. خب اگه من به جای the man learning بگم the man to learn، چه تأثیری میذاره؟ چه اتفاقی میفته؟ خب دوستان دقیقاً همون ساختار حفظ میشه، فقط جمله زمان گذشته ساده باید معنی بشه و در واقع به زمان گذشته ساده برمیگرده. یعنی چی؟ یعنی من اگه بگم the man learning یعنی مردی که یاد میگیره، اما اگه بگم the man to learn یعنی مردی که یاد گرفت. پس the scientist to discover alcohol، یعنی دانشمند، دوستان scientist دانشمند هست، دانشمندی که کشف کرد، نه کشف میکند، کشف کرد چی؟ الکول، این الکول را. پس این رو، این ساختار رو ما در زمان حال و ساختار دوم رو در زمان گذشته باید معنی کنیم. خوب دقت کنید دوستان، the scientist، این در واقع مثل اینه که میگیم the scientist who discovered alcohol، به این صورت. پس جمله دوم هم دیگه تکلیفش روشنه. The people to protest long ago، ها؟ این در واقع که رو اینجا فراموش نکنید و زمان گذشته معنی کنید دوستان. یعنی مردمی که protest، دوستان protest به معنی اعتراض کردن هست، مردمی که اعتراض کردن مدت ها پیش، long ago یعنی مدت ها پیش، مردمی که مدت ها پیش اعتراض کردن. این دو ساختار رو دوستان بسیار بسیار فراوان میبینید، خیلی زیاد میبینید و به همین سادگی با دونستنشون میتونید اون جمله رو معنی بکنید و هیچ مشکلی براتون پیش نیاد. بنابراین دوستان راز ریدینگ قوی اینه که اول بتونیم یه ریدینگ رو خیلی راحت بخونیم و بتونیم خیلی راحت معنی کنیم، برعکس اون چیزی که خیلی تصور میکنن باید خیلی لغت بدونیم. اصلا اینجور نیست دوستان، باید بیش از هر چیز بر نکات گرامری تسلط داشته باشید تا در واقع معنی رو اشتباه متوجه نشید. خیلی وقتا جالبه بدونید دوستان، خیلی وقتا اگر شما نکات گرامری رو خوب ندونید اصلا معنی دقیقاً برعکس میشه. برای این موضوعی هم که دارم صحبت میکنم حتما در درسای بعد مثال میزنم. بنابراین دوستان این ساختار رو میتونید همین الان یکی از کتابای آیلتس رو باز بکنید، هر کتابی، کتابای آیلتس کمبریج رو من همیشه توصیه میکنم چون آزمون های واقعی آیلتس هستند و